اگر صدای من رو خوب دارید و میشنوید لطف کنید یه فیدبک بدید که بله الحمدلله صدا رو دارید خب شروع کنیم مباحث این جلسه رو ما سعی میکنیم که توی این مبحث همواره بحثای کاربردی رو مطرح کنیم تو شما به عنوان یک بازرگان و تاجر نیاز دارید که با این مباحث آشنا باشید تو حوزه ارز و نحوه انتقال اون جلسات گذشته صحبت کردیم در خصوص انواع نرخ ارز در کشور رسیدیم به سامانه نیما و داشتیم بررسی می کردیم نحوه معامله و خرید و فروش توی اینو. سامانه که در واقع علت به وجود اومدنش تحریم های اقتصادی بوده همونطور که میدونید تنگنای کشور در دستیابی به ارز خارجی که مهمترین وسیله برای تجارت در واقع و به این علت با سامانه نیما ایجاد شده که حالا من یه مروری هم میکنم از سامانه نیما که هم دوستانی که تازه به ما اضافه شدن براشون مشکلی به وجود نیاد برای دنبال کردن مباحث این جلسه هم دوره بشه برای دوستانی که حاضر بودن در جلسات قبلی همونطور که میدونید قبل از اینکه بخوام شروع هم بکنم ما سوال رو سعی میکنم من تو ده دقیقه یک رو به انتهایی فرصت بدم به دوستان نهایتا ده دقیقه که سوالی اگر دارم به ترتیب بپرسن که تا جایی که بتونم حتما کمک کنم و سوالاتون رو برطرف کنم انشاءالله خب ببینید سامانه نیما گفتم بحثش بحث خرید و فروش ارز خارجی بین صادر کننده و وارد کننده است و به هیچ کس دیگه این سامانه ارتباطی نداره یعنی اگر شما مثلا مسافر هستید توریست هستید هیچ وقت در سامانه نیما نه حضور پیدا می کنید نه میتونید معامله و خرید و فروش ارز رو انجام بدید به علت مشکلاتی که برای تحریم های اقتصادی در زمینه انتقال ارز ما باهاش رو به هستیم یعنی ما تحریم ها در چند زمینه ما رو تحت فشار قرار داده یکی بحث اینه که ما امکان صادرات کالاهای خاصی مثل نفت رو نداریم و به سختی از ما خرید میشه بابت این کالاها و یکی اینکه اصلا بحث نقل و انتقال پول اگر منشأ این نقل و انتقال رو تشخیص بده بانکی که این در واقع به بانک, های مر... بانک مرکزی ایران یا بانک های تجاری که دچار تحریم هستند تو ایران مرتبط هست اون منشا اگر شناسایی بشه که به این موجودیت های تحریمی تحریمی در واقع مرتبط هست پول رو بلوکه میکنند و اجازه برداشت پول رو نمیدن پس ما در دو زمینه تحت فشار هستیم یکی خرید و فروش اجناسمون سخت شده یکی پرداختیامون دچار مشکل شده چون پرداختیامون دچار مشکل شده اومدن یه خلاقیتی به خرج دادن فرض کنید شما یک صادر کننده هستید که کالایی رو یا خدمتی رو به یک در واقع خریدار خارجی فروختید در قبال این کالا و خدمتی که فروختید واحد پول خارجی ارز دریافت کردید ارز خارجی دریافت کردید این ارز خارجی گفتیم در اکثر مواقع اون چیزی که بین تجار رایجه و مورد قبول تجار هست دلار آمریکاست حتی اگر هیچ کدوم از طرفین معامله شهروند کشور ایالات متحده آمریکا نباشه خب شما وقتی که این ارز رو برای خارجی این ارز رو میارید در یک حساب ارزی که این حساب ارزی خارج از کشور هست و میتونه متعلق به بانک های داخلی باشه یعنی حسابتون توی شعب خارجی بانک های داخلی به صورت حساب ارزی باشه یا میتونه اصلا مربوط به بانک های خارجی باشه بانکهایی که مربوط به کشورهای به غیر از ایران هستند شما این ارز رو دارید به جایی که این ارز رو بیارید داخل کشور بفروشید خب شما به عنوان یک تاجر دارید داخل کشور زندگی میکنید و این در واقع زندگی کردن مستلزم اینه که شما صادرات رو انجام میدید که ارز خارجی دریافت کنید ارز خارجیتون رو به ریال تبدیل کنید و تو کشور خرج کنید چون دارید داخل ایران زندگی میکنید به جایی که این پول و این ارز خارجی رو وارد کشور بکنید یک تعهد و یک وظیفه‌ای به عهده شما به عنوان صادرکننده قرار داده بانک مرکزی اونم اینه که 95 درصد ارز حاصل از صادرات خودتون رو در بازه نهایتا شش ماهه که به فکر این هستن که این بازه رو حتی کوتاهتر هم بکنن در سامانه نیما به فروش برسونید این شش ماه هم که به این علت به شما فرصت داده میشه چون به هر حال گفتم در تجارت مرسومه که شما پرداختت رو با تاخیر انجام بدی یعنی توافق میکنی دیل میکنی به اصطلاح و وقتی که توافق کردی شما کالای اون نفری که داره ازت خریداری میکنه رو آماده میکنی آماده ارسال میکنی ارسال میکنی به گمرک اونجا که رسید مثلا پولت رو پرداخت میکنه این پروسه معمولا شاید دو الا سه ماه طول بکشه و چون وقتی که شما کالا رو صادر میکنید دو الا سه ماه بعد معمولا پولش دستت میرسه یک بازه شش ماهه در نظر گرفتن که شما موظفی به عنوان یک صادر کننده که ارزه صادراتی خودت رو 95 درصدش رو در سامانه نیما به فروش برسونی که حالا سامانه نیما چه جوری هست و چه فعالیتی باید توش انجام بشه ما توی این جلسه داریم دقیقا روی نحوه فروش ارز صادراتی تو سامانه نیما تمرکز میکنیم و راجع به اون صحبت میکنیم خب وقتی که صادر کننده 95 درصد ارز صادراتی خودش رو توی سامانه نیما به فروش برسونه میگن رفع تعهد ارزی شده یعنی چی یعنی رفع اون وظیفه ازش برداشته شده یعنی دیگه هیچ دینی تو این زمینه نداره و میتونه دوباره در چرخه تجارت فعالیت کنه در حالی که اگر این کار رو انجام نده یعنی اگر اون دینی که به عهدشه اون ارزی که باید در سامانه نیما به فروش برسونه رو به فروش نرسونه دوچاره در مرحله اول تذکر میشه توبیخ میشه کارت بازرگانیش لغو میشه و اجازه تجارت ازش در کشور گرفته میشه خب اما ما وظیفهمون به عنوان یک کننده اینه که تعهد ارزیمون رو در واقع ادا کنیم یعنی چی یعنی اون وظیفه که به عهدمون هست 95 درصد ارزی که باید از ارز صادراتیمون تحویل به اصطلاح بانک مرکزی بدیم رو انجام بدیم اما تنها راهش فروش ارز تو سامانه نیما نیست راه های دیگه ای هم داره که توی اسلایت های بعدی راجبش صحبت میکنیم اما مهمترین و پرکاربردترین روش رفع تعهد ارزی اینه که مثلا شما وقتی یک صادر کننده ای که یک جنسی رو صادر کردی و در ازاش 100 هزار دلار درآمد ارزی داشتی موظفی 95 هزار دلارش رو در سامانه نیما به فروش برسونی اگر این کار رو بکنی رفع تعهد ارزی کردی و راه های دیگه ای هم وجود داره که این تعهدت رو در واقع ادا کنی اما مهمترین و پرکاربردترین که همه ازش بیشتر استفاده میکنند، فروش ارز صادراتی در سامانه نیما هست خب بچه ها اون پنج درصدی رو که اجازه میدن که به فروش نرسونی به چه علته؟ ببینید شما وقتی یک صادرکننده کننده قدر هستید قطعا برای فروش کالای خودتون بازاریابی درست و مناسبی انجام دادی که تونستی مثلا به عنوان مثال 500 هزار دلار جنس رو به فروش برسونی به یک نفر این مستلزم اینه که شما لینک ها و بازاریابی های قوی در خارج کشور دادی و از شبکه در واقع تبلیغاتی استفاده کردی حتما دفتری داری خارج از کشور شرکتی داری که میتونی انقدر صادرات انجام بدی اینا همه هزینه داره برای تو امور دفتر هزینه داره تبلیغات هزینه داره در واقع این پنج درصد و تخفیف قائل شدن که شما این پنج درصد رو لازم نیست اصلا وارد کشور کنی انگار این پنج درصد رو خرج اموری میکنی که خارج از کشور باید انجام بدی خب پس شما وقتی صد هزار دلار صادرات کردی 95 هزار تا موظفی به نحوی تحویل کشورت بدی سامانه نیما هم وقتی شما میفروشی انگار داری تحویل نظام بانکی و ارزی کشورت میدی خب و پنج درصدش که پنج هزار دلار میشه تو مثال صادرات صد هزار دلاری رو میتونی خرج دفترت خارج از کشور تبلیغاتت و امور دیگه ای از جمله مثلا حمل و نقل و این صحبت ها انجام میده. خب ببینید این تعهده در سامانه نیما برای چی ایجاد شده که در واقع سامانه نیما برای اینه که بانک مرکزی بتونه نظارت داشته باشه که ببینه شما داری ارز رو چند میفروشی شما تو سامانه نیما خودت تعیین کننده قیمت نیستی قیمت یک چیزیه که توسط بازار نیما داره تعیین میشه این بازار تحت نظارت کیه تحت نظارت بانک مرکزی اینطوری نیست که تو بگی آقا من نمیخوام بفروشم من 100 هزار دلار دارم 9۵ هزار دلارم تعهد ارزی دارم که باید ادا کنم این تعهدم رو ببخشید من اسلاید رو جابجا کردم باید تعهدم رو ادا کنم یعنی 95000 دلار رو باید بفروشم ولی نرخ نیما از نظر من کمه من نمیخوام بفروشم اینطوری نیست نرخ نیما و سامانه نیما یکی از اهداف به وجود اومدنش اینه که بانک مرکزی بتونه به قیمت ارز خارجی نظارت داشته باشه دومین علتی که به وجود اومده که اصلا در واقع یکی از مهمترین دلایلش دور زدن تحریمه ببینید شما قبلا صادرات رو انجام میدادید ارزت رو میوردی به بانک مرکزی تحویل میدادی به طور مثال بعد وارد کنند بعدی که میخواست بره واردات انجام بده میومد به بانک مرکزی میگفت من ارز میخوام بانک مرکزی بهش ارز میداد اما الان چون بانک مرکزی و بانک های دیگه کشور دچار تحریم هستن و شناسایی میشن و پول بلوکه خواهد شد اگر توی معامله فعالیت بکنن به علت اینکه این, این پوله بلوکه نشه دچار تحریم نشه و تحریم رو بشه دور زد میگن آقا تو دیگه به عنوان صادر کننده لازم نیست پولو بیاری بدی به بانک مرکزی تو پولو واریز میکنی به حساب یک نفر خارجی که اون نفر خارجی کیه بچه ها؟ اون نفر خارجی فروشنده که به کی جنس فروخته به وارد کننده یعنی شما صادر کردی ارز دستته خارج از کشور در یک حساب خارجی از اون سمت یه وارد کننده ای نیاز به ارز داره میگه آقا من مثلا میخوام 95 هزار دلار به حساب مثلا آقای استیو بزنم این آقای استیو کیه فروشنده که قراره به من چی بفروشه مثلا قراره به من مثلا رادیو بفروشه من میخوام یه رادیو جی بی وارد کشور کنم یا حالا اصلا مثال بهتر میخوام روغن وارد کشور بکنم دانه های روغنی میخوام وارد کشور بکنم و این آقای استی از من 95000 دلار میخواد خب به جایی که تو صادر کننده که صد هزار دلار به دست آوردی از صادرات 100 هزار تاشو برگردونی به بانک مرکزی بانک مرکزی میگه تو میای تو سامانه نیما یه نفر پیدا میشه که و هزار تا تو رو میخواد برای اینکه واریز کنه به حساب کی به حساب یک فروشنده خارجی فروشنده خارجی که این وارد کننده میخواد ازش دانه های روغنی رو مثلا بخره پس تو دیگه به جایی که ارز بیاری داخل کشور یه دفعه مشکل براش پیش بیاد و دیگه نشه تکونش چون وقتی پول بلوکه بشه همونجا میمونه انگار دیگه تو فعلا از دستش دادی و به این سادگی هم پول از بلوکه و در واقع مسدودی در نمیاد به جایی که این پوله با ریسک مسدود شدن و تحریم رو رو بشه تو اصلا بانک مرکزی و اینا رو داخل کار نمیاری تو مستقیم پول رو میزنی به عنوان یک شخص به حسابی که بهت اعلام میشه این حساب کجا اعلام میشه تو سامانه نیما خب پس سامانه نیما به این علت به وجود اومده که تحریم ها رو بشه در حقیقت باش دور زد و در واقع سومین دلیل هم یکی از آثار دلیل, دلیل, دلیل دومه یعنی شما وقتی میخوای تحریم رو دور بزنی هدفت چیه؟ هدفت اینه که تأمین عرض مورد نیاز کشور با سهولت انجام بشه چون اگر اشتباه بکنی و به نحوی اون عرض صادراتی رو یه کاری بکنی که بلوکه و مسدود بشه در واقع انگار این پول رو از دست داده کشور و حالا حالا هم از مسدودی در نمیاد خب پس ما راجب سامانه نیما داریم صحبت میکنیم که صادر کننده موظف است 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی پروانه گمرکی چیه شما جنست رو توافقت رو کردی بسته بندی کردی میبری از طریق گمرک میخوای ارسال کنی از طریق بندری از طریق پورت تجاری و دنبال صادراتش هستی وقتی که می از اونجا ارسال میکنی برای شما یه پرونده گمرکی صادر میشه از تاریخ اون روز که مثلا فرض کنید از مثلا شما فردا 22 آبان دنبال این هستی که در واقع 22 آبان میری گمرک جنس رو تحویل میدی اصلا ارسالش انجام میشه فرض کنید یه روزه که حالا اصلا اینطوری نیست و زمان برتره ولی فرض کنید تو 22 آبان شما پروانه گمرکی برای جنسی که صادر کردی صادر خواهد شد این پروانه شما از 22 آبان به مدت شش ماه فرصت داری تا 22 اردی بشت که 95 درصد ارز حاصل از صادرات خودت رو در واقع به سامانه نیما برگردونی یا در واقع به نظام ارزی کشور برگردونی بچه ها من سوالهاتون رو حتما در انتها پاسخ میدم اگر میبینید که الان جواب نمیدم به خاطر اینه که توافق کردیم که در ابتدا مطالب هر جلسه مطرح بشه که مشکل زمانی به وجود نیاد و در واقع عقب نیفتیم از اون چیزی که قرار توی این جلسه به شما آموزش داده بشه بعد در انتها من حتما به سوالات پاسخ میدم خب پس صادر کننده موظف 95 درصد ارزش رو به نظام ارزی کشور برگردون چهار تا روش داره که تعهدش رو رفع کنه اولین روشش گفتیم مهمترین و پرکاربردترین روشه که این ارز رو از طریق سامانه نیما به فروش برسونه صد هزار دلار صادراتش بوده ارزشش 95 و پنج هزار تاشو بیاد تو سامانه نیما به فروش برسونه دومین روش واردات در مقابل صادرات یعنی چی این حرف آقا شما یک صادر کننده هستید که خودتون تولید کننده اید یعنی چی؟ یعنی شما دنبال اه 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 چیز نیست مثلا حالت این نیستی که یه تولید کننده رو پیدا کردید خارجی بفروشید و این فکر میکنم صدا قطع شد الان خوب شد خب مرسی،, مرسی ببینید روش دوم رفع تعهد ارز رو داشتیم صحبت میکردیم و اون روش واردات در مقابل صادرات فرض کنید شما صادر کننده هستید که جنسی رو که دارید صادر میکنید و به خارج از کشور میفروشید رو خودتون تولید کردید تولیدی هستید خودتون خب شما یک تولیدی هستید و قاعدتا برای تولیدتون هم میتونید مواد اولیه از خارج از کشور وارد کنید هم میتونید ماشینالات وارد کنید مثلا به عنوان مثال اگر شما تولید کننده جوراب باشید ماشین بافندگی اکثرا خارجی و شما مثلا ماشینتون رو میخواین عوض کنید پس بعد واردات داشته باشید پس شما یک صادر کننده ای هستید که خودتون تولید کننده و به واسطه اینکه تولید کننده هستید میتونید واردات هم داشته باشید چون شما نیاز به مواد اولیه دارید نیاز به ماشین آلات دارید و هزار تا چیز دیگه اگر شما بتونید تایید یک سری اقلام برای کارخونه یا تولیدی خودتون رو بگیرید جهت واردات یعنی یه لیستی ارائه کنید به بانکتون و بانک مرکزی بگید من این اقلام رو میخوام برای تولیدم برای اینکه بتونم در ادامه همچنان به عنوان یک صادرکننده کنم عمل کنم من به این مواد اولیه نیاز دارم به این ماشینالات نیاز دارم به هزار تا چیز دیگه نیاز دارم میخوام اینا رو وارد کنم اگر این مورد تایید قرار بگیره اون وقت شما وقتی خواستید واردات انجام بدید دیگه دنبال ارز نخواهید بود خب شما از دفعه قبلی که صادرات انجام دادید صد هزار دلار گیرتون اومده تو حساب تون. الانم مثلا کل حجمی که نیاز دارید برای واردات مثلا هفتاد هزار دلاره میاین به بانک مرکزی اعلام میکنه میگید آقا من بابت صادراتی که کردم 95 هزار دلار تعهد داشتم که ارز رو برگردونم الان خودم هفتاد هزار دلار نیاز دارم که بتونم واردات انجام بدم و شما هم تایید کردید که من باید این واردات رو انجام بدم خب پس من با اجازه شما تعهد ارزیم رو از 95 هزار تاش 70 هزار تاشو کم میکنم چون من به جای اینکه ارز و برگردونم دارم جنس میارم داخل کشور دارم ماشینالات بافندگی میارم مواد اولیه میارم پس من 95 هزار تا تعهدم 70 هزار تا ازش کم میشه میشه چند هزار تا 25 هزار تا میشه پس یه روش رفع تعهد اینه که شما با ارزی که خارج از کشور دارید و حاصل از صادرات بوده اقدام به واردات کنید ولی وارداتی که مورد تایید بانک مرکزی و بانک باشه یعنی اینطوری نیست که شما فرض کنید مثلا الان میگن آقا واردات گوشی آیفون مثلا اصلا نه در اولویت نه ارز بهش اختصاص داده میشه ممنوع اصلا شما یه صادر کننده باشی صد هزار دلار صادرات کردی 95 هزار دلار تعهد ارزی داری خب به جایی که این 95 دلار رو بیاری تو سامانه نیما بفروشی بری کل 95 دلار رو آیفون بخری بیاری داخل کشور خب اصلا ازت قبول نمیکنن تعهدت رو رفع نمیکنن قبل شما با لیستی که میخوای وارد کنی رو به تایید بانک عامل و بانک مرکزی برسونی وقتی این تعییدی صادر شد اون وقت شما به راحتی میتونی تعهدت رو کم کنی تعهد ارزی اصلا اینا همه بچه ها خودشون به صورت سیستماتیک کم میشه از تعهد ارزیتون حالا جلوتر بریم من تصاویر خود سامانه هم گذاشتم که چجوری توش بتونید گزارش کنید و رفع تعهد بکنید به عنوان یه صادر کنید پس روش دوم شد واردات در مقابل صادرات روش سوم سپرده سپار... گذاری ارزی نزد بانک هاست یعنی شما به جایی که پول و صد هزار دلار رو توی یه حساب خارجی توی یه بانک خارجی نگه داری توی یه حساب ارزی بانک داخلی مثلا بانک تجارت مثلا دوبه نگه میداری سپرده میکنی میگه آقا این پول اینجاست پس جایی نرفته همینجاست دست مثلا خود بانک تجارت که این خیلی تو شرایط حاضر مرسوم نیست چون اصلا خود پول بره تو بانک تجارت در خودش دردسر و مصیبت یعنی همه این اتفاقا رو ما داریم سامانه نیما رو میاریم وسط که پول منشأش بر نگرده به جایی که اونا بتونن تحریمش کنن در حالی که اگر بریزی تو حساب ارزی بانک های در واقع ایرانی چون خیلیشون تحریم هستن در واقع این پول هم دیگه بیرون آوردنش از اون بانک سخت خواهد شد یکی دیگه, دیگه هم پرداخت بدهی ارزی خوده یعنی چی بچه شما خب وقتی یک بازرگانید بهتون تسهیلات ارزی هم داده میشه اگه اشل کاریتون اشل کاری مناسبی باشه گردش حساب مناسبی داشته باشید چندین سال خوب کار کرده باشید خوشنام باشید همه این اعتبارای همین الان مثلا شما بخوای بری وام بگیری چه شرایطی داره وام ارزی هم بخوان بدن همینطوره حالا فرض کنید شما به شما وام ارزی دادن مثلا به مبلغ هزار دلار که مثلا حالا با سررسید یک ساله با سود چه می‌دونم 6 درصد میخوان به جای هزار دلار از شما هزار دلار حالا پس بگیرن فرض کنید شما این صادراتو که انجام دادید میخواین اصل و سود اون تحصیلات رو در واقع تصویه کنید و این رو اعلام میکنید به محض اینکه این پرداختیتون رو انجام بدید بدهی ارزیتون رو بدید خود سامانه از تعهد ارزی شما کم میکنه پس تو اسلاید بعدی توضیحات اینها هست کامل گوش کنید یه بار دیگه من راجع به صحبت میکنم که دقیق براتون این مطلب جا بیفته مورد اول که ما در واقع اه سامانه نیما بود گفتیم ارز رو تو سامانه نیما بفروشیم که امروز مفصل راجع به صحبت میکنیم رفع تعهدش رو چجوری انجام میشه خواهیم دید و هزار تا مطلب دید ولی مورد دوم واردات در مقابل صادرات شما اگر صادر کننده ای باشی که تولیدی باشی خودت خودت بهره در واقع پروانه تولید داشته باشی میتونی تقاضا کنی که من یه سری اقلام نیاز دارم برای واردات این اقلام مواد اولیه میتونه باشه تکنولوژی یا دستگاه تولید میتونه باشه و هزار تا چیز دیگه اگر این اقلامی که میخوای وارد کنی و ارزشش مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیره به شما میگه میتونی به این اقلام رو وارد کنی خب حالا شما مثلا فرض کن صد هزار دلار صادرات داشتی تعهد شما میشه چقدر 95 هزار تا لیست این اقلامت 60 هزار دلاره خب بعد بابت این 60 هزار دلار بری دوباره تو سامانه نیما این دفعه به عنوان وارد کننده ارز بخری دیگه ولی خودت خب خارج از کشور ارز داری 100 هزار دلار ارز داری از اونجا پرداخت میکنی این 60 هزار دلار رو خب وقتی که پرداخت کردی انگار تعهدت رو 60 هزار تا کاهش دادی چون میای به بانک مرکزی مدارک رو ارائه میکنی یا آقا من اینا رو آوردم با این مبلغ وارد کردم که میشه 60 هزار دلار از جیب خودم هم دادم از حساب خارجی پس من تعهد ارزیم از 95 هزار تا میشه 95 هزار منهای 60 هزار یا 35 هزار دلار خب علاوه بر اینکه خودت میتونی تولید کننده باشی و برای خودت واردات انجام بدی میتونی برای یه نفر سومی هم واردات انجام بدی این نفر سوم کی میتونه باشه شما مثلا همون داستانی که یکی از دوستان میگفت پروانه صادراتی کسی رو اجاره کردن و این صحبت ها یه نفر صادرات انجام داده شما خارج از سامانه نیما اصلا میشناسیش همکار معرفی شده به تو به هر علتی میگی که آقا میدونی که این صد هزار دلار توی حساب خارجی داره که بعد 95 هزار تاشو وارد کشور کنه تو هم دقیقا مثلا 80 هزار دلار نیاز داری برای واردات خب میر سراغ این پروانه صادراتیش رو اعلام میکنی و به اصطلاح ازش اجاره میکنی که آقا من میخوام با ارز حاصل از صادرات تو که در خارج از کشور توی حساب بانکی خارجی هست میخوام واردات انجام بدم تو این پول رو برای من بزن اگر بانک مرکزی تایید کنه اقلامی که من میخوام وارد کنم اون وقت صادر کننده برای من هشتاد هزار دلار رو پرداخت کنه به کسی که میخوام ازش جنس بخرم اون وقت بانک مرکزی اندازه این هشتاد هزار دلاری که صادر کننده برای من وارد کننده پول پرداخت کرد از تعهد ارزش کم میکنه بازم در کتگوری واردات در مقابل صادرات قرار میگیره این روش رفع تعهد روش دوم رفع تعهد پس چیه واردات در مقابل صادراته به عبارت ساده ترش اینه یعنی شما از ارز صادراتیت که خارج از کشوره به منزله و به منظور بچه صدای منو ندارین؟ این دویی که زدید مفهومش چیه؟ خب به نظر میاد صدای من رو دارید داشتم اینو میگفتم ساده شده عبارت رفع تعهد به وسیله واردات در مقابل صادرات چیه یعنی شما از محل ارز صادراتی خود پرداخت انجام بدی به منظور واردات جنس یعنی به جایی که ارز به نظام ارزی کشور وارد کنی معادلش ارزش معادل ارزشش جنس به کشور وارد کنی این میشه واردات در مقابل صادرات روش سوم ذخیره صادراتی در حساب‌های ارزی بود که توضیح دادم معمولا مرسوم نیست علت تحریم ها خیلی کاربرد نداره ولی شما میتونی به جایی که ارز رو وارد کشور کنی یا داخل سامانه نیما به فروش برسونی یا باهاش جنس بیاری داخل کشور میتونی تو یه حساب ارزی از بانک های کشور ایران در کشورهای خارج, خارج از ایران در واقع سپرده کنی مقداری رو و این مقداری که سپرده کردی از تعهد ارزیت کم میشه روش آخر هم پرداخت بدهی و در واقع اقساط تسهیلات ارزیه خب ما تو این جلسه تمرکزمون روی ادا کردن تعهد ارزی حاصل از فروش در واقع اجناس به خارج از کشور یا در واقع رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات در سامانه نیما هستیم متمرکز هستیم یعنی میخوایم ببینیم که یک صادر کننده چجوری میتونه تعهد ارزیش رو از طریق فروش ارز تو سامانه نیما رفع کنه همون مورد اول خب همونطور که میدونید صادر کننده یه جنسی رو میفروشه ش... می و در ازاش ارز خارجی دریافت میکنه تو حساب خارجیش حالا چون تحریمه این ارز رو به بانک های داخلی و بانک مرکزی تحویل نمیده و به جاش تو اون حساب خارجیش نگه میداره چون که اگر یه نقل و انتقالی بده به سمت بانک مرکزی یا بانک های کشور خودمون اون وقت احتمال بلوکه شدن پول و در واقع مسدود شدنش زیاد میشه و دیگه ما نمیتونیم اون پول رو خرج کنیم انگار از چرخه خارج میشه همونطور که الان ارقام بسیاری میشنویم که انقدر میلیارد دلار تو عراق ما بلوکه شده داریم انقدر میلیارد دلار تو کره نمیدونم تو ژاپن فلانجا بهمانجا و اینها همون پولهایی هستند که به علت تحریم مسدود شدن ما دسترسی بهشون نداریم خب بانک مرکزی از صادر کننده تو سامانه نیما اینجوری تقاضا میکنه میگه آقا تو 95 درصد هر ارزی که دریافت کردی به خاطر صادراتی که انجام دادی رو باید به یه شماره حساب بزنی این شماره حساب رو کی به تو اعلام میکنه یه صرافی صرافی تا الان راجبه صحبت نکنیم ببینید تو سامانه نیما علاوه بر وارد کننده و صادر کننده که ارکان اصلی بازار هستن یه پل هم بین این دوتا هست که باعث میشه اینا بتونن با هم معامله کنن اون چیه؟ اون صرافیه خب پس صرافی به شما یه شماره حساب اعلام میکنه خود صرافی شماره حساب از کی گرفته؟ از وارد کننده پس ببین من بخوام به صورت کلی بگم چه اتفاقی میفته تو سامانه نیما تو سامانه نیما یه وارد کننده اومده مدارک جنسی که میخواد وارد کنه رو داده به بانک عاملش بانکی که اونجا حساب داره اون بانک فرستاده بانک مرکزی بانک مرکزی تایید کرده گفته آقا ایشون میتونه این اجناس رو وارد کنه مبلغ ارزی هم که میخواد درسته حالا این مبلغ ارزی که تایید شد و این وارد کننده تو سامانه نیما از یه صرافی میخواد میگه آقا من اینقدر دلار پول میخوام به حساب آقای استیو مثلا توی انگلیس خب حالا صرافی که خودش پول نداره که میره دنبال کی میره دنبال صادر کننده صادر کننده که وظیفه داره ارزی که به دست آورده از صادرات رو برگردونه تو کشور ولی فیزیکش رو لازم نیست برگردونه تعهد میکنه به بانک مرکزی که هر حسابی که شما از طریق سامانه نیما و صرافی به من اعلام کنی من بهش پول میزنم صرافی میاد تو سامانه نیما صادر کننده ای رو پیدا میکنه و میگه شما تعهد داری انقدر خب بیا این تعهدت رو بزن به این شماره حساب این اتفاق که میفته هم وارد کننده به اون چیزی که میخواد میرسه هم صادر کننده ارزی که باید برگردونه رو برمیگردونه هم صرافی که این وسط به عنوان پل و واسط داره عمل میکنه به سود و کارمزدی که دلش میخواد میرسه پس سر اینا کی داره نظارت میکنه بانک مرکزی بانک مرکزی پس ناظر صرافی از ده میخره به وارد کننده میفروشه کارمزدش رو میگیره صادر کننده تو سامانه نیما رفع تعهد ارزی میکنه که بتونه ادامه بده به فعالیت بازرگانیش که اگر این کار رو نکنه جلوی فعالیتش رو میگیره بانک مرکزی پروانه در واقع کارت بازرگانیش رو باطل میکنه و دیگه نمیتونه تو داخل کشور فعالیت بکنه و در نهایت اینها بانک مرکزی هم داره به همه این امور نظارت میکنه که یه دفعه مشکلی تو تأمین کالا و ارز به وجود نیاد پس بدون اینکه ارزی وارد کشور شه دقیقا ما کاری که میخوایم بکنیم انجام میشه یعنی ما با ارزی که حاصل از صادرات واردات انجام میدیم از طریق چی سامانه نیما خب صرافی ها بچه ها مثل اتاق تصویه یعنی از یکی میخرن به یکی میفروشن این وسط فقط کارمزد میگیرن صرافی توضیح دادم از یه طرف ارز صادر کننده رو میخره و به وارد کننده ببینه بچه وارد کننده باید تایید بشه صادر کننده قبل از اینکه وارد سامانه نیما بشه تایید شده کالاشو صادر کرده تایید صادرات هم ساده تره خیلی سخت نمیگیرن چون ارز آوری داره میکنه اونی که میخواد ارز رو خرج کنه باید تایید بشه چون اون ارز کمه تو کشور هر کسی که بتونه ارز بیاره استقبال هم ازش میکنن کارش هم راه میندازن ولی اونی که میخواد واردات انجام بده اون جنسی که میخواد بیاره حتما باید مورد نیاز و در اولویت‌های کشور باشه پس وارد کننده باید مدارکش تایید شه اول توسط بانک عامل بعد ارسال شه بانک مرکزی بانک مرکزی تایید کنه حالا که تایید کرد بهش اجازه میدن بره تو سامانه نیما به اندازه ای که نیاز داره خرید کنه ارزو ارزو از کی باید بخره از صرافی صرافی خودش که ارز نداره ارزش از کی خریده از صادر کننده ای که پول خارج از کشور خب فقط یه نکته دیگه می واقع اکس که از سامانه براتون گرفتم که ببینیم چه یه نکته اینه که وارد کننده و صادر کننده بچه هیچ کدوم تو سامانه نیما نیستن فقط صرافی و بانک مرکزی که تو سامانه نیما هستن وارد کننده و صادر کننده اصلا دسترسی ندارن دسترسیشون به یه سامانه به اسم سامانه جامعه تجارت سامانه جامعه جامعه تجارت یعنی شما به عنوان تاجر تو این سامانه میری اعلام میکنی من اینقدر جنس صادرات انجام دادم خب حالا اون سامانه وصله به گمرک و به شما اعلام میکنه خب تعهد شما اینقدر حالا تعهدتو بذار برای فروش تعهدتو میذاری برای فروش قیمتشو مشخص میکنی این پیشنهاد تو خودش وصل میشه به سامانه نیما سامانه نیما کی توشه؟ سررافی ها نگاه کنید این شماتیکشه توضیح میدم همه سوالات رو بچه ها آخر کلاس حتما توضیح میدم ولی یادتون بمونه که من آخر این جلسه راجبش حتما توضیح بدم ببینید صادر کننده و وارد کننده الان ما راجب فقط داریم صادر کننده صحبت کنیم چون جلسه امروز چی بود؟ اسمش نحوه فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما پس ما یه سادر کننده ایم. سادر کننده میره تو سامانه جامعه تجارت سررافی صرافی ها هم به چی وصلن به سامانه سنا سامانه سنا سامانه نظارتی بود برای در واقع همون شد سامانه نظارت ارزی که بانک مرکزی ایجاد کرد این دو تا سامانه تجا جامعه تجارت و سنا به هم لینک لینکن لینکشون تو در واقع به چه اسمی اتفاق میفته سامانه نیما پس وقتی ما میگیم صادر کننده پیشنهاد فروش ارزش رو در سامانه نیما قرار میده منظورمون چیه؟ یعنی پیشنهاد فروش ارزش رو تو سامانه جامع تجارت قرار میده از اونور وقتی میگیم صرافی درخواست خریدش رو به سامانه نیما ارسال میکنه یعنی چی؟ منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که صرافی تو سامانه سنا داره و درخواست خریدش رو اعلام میکنه خب ببینیم چی میشه یه ذره سریعتر ببینید صادرکننده س... کننده اه... یه پیشنهاد فروش میده میگه آقا من تعهد ارزی دارم دیگه تعهد ارزیشو باید بالاخره رفع کنه خب مثلا هزار تا تعهد ارزی داره الان میخواد هزار تاشو بفروشه فرصت داره تا 6 ماه فرصت داره که کل 95000 تا رو تو سامانه نیما بفروشه فعلا میخواد 20000 تاشو بفروشه پس یه پیشنهاد فروش میذاره تو کجا تو سامانه نیما این پیشنهاد فروش حاوی چیه مقدار قابل فروش ارزه میگه من 20000 تا دارم نرخ ارز نرخ ارز حدود و رنجش کاملا مشخصه چون سامانه نظارت داره بازار اینطوری نیست که شما هر قیمتی دلت خواست بذاری بعد کشور و بانک اعلام میکنه میگه این 20000 دلار من که میخوام تو سامانه نیما بفروشم مثلا تو بانک به اسم حالا اسم بانکش رو میگه مثلا تو یوکو بانک کشورش هم هنده مثلا میگه من تو اینجا در واقع پولم اینجاست و اینکه چه ارزی میخواد بفروشه یورو مینویسه یورو دلار مینویسه دلار درهم مینویسه درهم اینو در واقع ارسال میکنه به سامانه نیما از اونور صرافی ها میاد تو سامانه نیما میبینن یه صادر کننده یه پیشنهاد فروش گذاشته مثلا 20000 یورو یوروش هم تو حساب مثلا یه بانک خارجی تو اسپانیا خب اینا حالا برای اینکه بخرن از این در واقع صادر کننده میان بهش درخواست خرید میدن بهش میگن آقا ما از مثلا این 20000 تا خب شما نهایتا 20000 شو میتونی بخرید ولی مثلا میتونی بگی من 1000 تاشو میخوام یه صرافی میاد میگه آقا من هزار یورو شما رو میخرم به این اون نرخی که خودت گفتی اوکیه اطلاعات حساب مقصدش رو براش میفرسته برای صادر کننده میگه میخوام به این حساب بزنی تو ترکیه مثلا به اسم آقای استیب مثلا این اطلاعات حساب مقصد معمولا برای کیه بچه ها؟ معمولا این حساب مقصد همون حسابیه که وارد کننده اومده به صرافی داده گفته آقا من اینقدر دلار میخوام بزنی به این حساب صرافی هم همون رو اعلام میکنه به صادر کننده خب سررافی های مختلفی میان درخواست خرید میدن هر کدوم مقدار ارزی که میخوان و اعلام میکنن و حساب مقصدشون رو اعلام میکنن اینا در واقع درخواستشون میره میرسه دست صادر کننده دو نوع حالت داره یا صادر کننده حواله رو بعد از دریافت ریال میزنه یا حواله رو قبل از دریافت ریال میزنه یعنی چی یعنی صادر کننده میاد اصلا با یه صرافی توافق میکنه میگه آقا من 20000 یورو رو میخوام بفروشم به صرافی یک مثلا خب به صرافی یک اوکی میده میگه آقا من میخوام بفروشم به تو شماره حسابشم میده میگه ولی من حواله تو رو یا پولی که میخوای به حساب یه نفری به اسم استیف تو ترکیه بزنی الان نمیزنم کی میزنم اول تو ریال ارزی که میخوای از من بخری رو بزن به حساب من تو ایران من مثلا یه حساب دارم من صادر کنندم یه حساب دارم تو بانک پارسیان شماره شبای حسابم رو میدم به صرافی شماره یک میگم اول شما این 20000 یورویی که میخوای بخری رو کل مبلغش رو بر من بزن وقتی که رفت به حسابم اون وقت من برات حواله میزنم به اون حسابی که میخوای این میشه یه روش که مرسوم تره اکثرا اینطوری عمل میکنن صادر کننده اول ریالش رو دریافت میکنه بعد حوالش رو میزنه فقط صرافی چک میکنه که پول به حسابی که خواسته نشسته یا نه وقتی که نشست یه تایید میزنه و معامله ختم میشه روش دوم صدور حواله بعد از در واقع قبل از دریافت وچه ریاله چه جوریه میگه من صرافی میگه من اول صرافی میگه س... صادر کننده میگه من اول برا تو به اون حسابی که میخوای یورو رو واریز میکنم بعد که تو مطمئن شدی نشست به حساب آقای استیف تو ترکیه اون وقت ریال منو پرداخت کن این خیلی متداول نیست و معمولا اینجوری انجام نمیشه خب بچه‌ها این سامانه جامعه تجارت آدرسش هم ntsw.ir شما به عنوان وقتی که اه، یک اه، تاجر هستید کارت بازرگانی میگیرید یه نام کاربری بر و رمز عبور به شما داده میشه تو سامانه جامعه تجارت که میتونید وارد این سامانه بشید توی این پنجره هایی که سمت راست تصویر میبینید صفحه اصلی گزارش های مدیریتی بیاین پایین میرسیم به عملیات ارزی خب عملیات ارزی خودش چند تا زیر مجموعه داره میشه مدیریت عملیات ارزی عملیات ارزی غیر بانکی مدیریت ارز حاصل از صادرات که ما الان دنبال اینیم ما میخوایم فروش ارز حاصل از صادرات رو در واقع توضیح بدیم بچه ها یه لحظه اگه اجازه بدید من میکروفونم رو یه دقیقه درست کنم ممکنه یه لحظه صدا قطع از خواهی میکنم الان صدای من رو دارید من یه لحظه میکروفونم مشکل پیش اومد براش مجبور شدم تعویز کنم میکروفون رو خب ما الان متمرکزیم روی مدیریت ارز حاصل از صادرات مدیریت ارز حاصل از صادرات رو که بزنید شما به عنوان یک بازرگان در کجا سامانه جامعه تجارت برای شما یه تب دیگه باز میشه به اسم فروش ارز میبینید مدیریت ارز حاصل از صادرات میره به فروش ارز فروش ارز رو که میارین اینجا دو تا پنجره مختلف داره یکی معاملات یکی ارزه ها توی قسمت ارزه ها رو شما سلکت میکنید انتخاب میکنید میبینید این پایین تمام ارزهایی که در واقع برای شما شما ارزه کردید اینجا نشون داده میشه مثلا این هشت ردیف الان اینجا نشون داده شده که یه سریش وضعیتش مختوم است یعنی شما اینا رو تونستید بفروشید یه سریش وضعیتش بازه برای اینکه یه عرضه جدیدی ایجاد کنید یعنی بخواین یه عرض حاصل از صادرات جدیدی رو بفروشید این ایجاد عرضه جدید رو انتخاب میکنید بعد از اینکه انتخاب کردید برای از شما یه سال میپرسه که باید پر کنید یه گمرکی که در واقع شما ارزی میخواین یه ارزی رو بفروشید که حاصل از صادرات بوده دیگه حاصل از صادرات چی اون چیزی که در واقع بابتش پروانه صادراتی دارید ببینید من پروانه صادراتی رو یه توضیح بدم خدمتتون شما وقتی که یه کالایی رو بچه صدای من رو ندارن همه یک دو سه چون یه سری از دوستان اینجا این کنار اعلام میکنن صدا رو ندارن بچه مشکل از نت خودشونه چون بقیه دارن این صدای من خب ببینید شما توی این قسمت بالای تصویر اطلاعات پروانه صادراتیتون رو بعد وارد کنید که توان صادراتی چجوری ایجاد میشه شما وقتی که یه کالایی رو برای صادرات آماده میکنید و از طریق گمرک ارسالش میکنید شما یه پرونده ای تو گمرک براتون تشکیل میشه که هم شماره پرونده داره هم این اظهار شما توی گمرک یه شماره منحصر به فرد بهش میخوره که بهش میگن کوتاژ خب کوتاژ صادراتی داریم و کوتاژ وارداتی اگر پرونده شما در گمرک مرتبط به عملیات صادرات اجناس باشه به اون کوتاژی که به شما اختصاص داده شده بابت جنسی که اظهار کردید تو گمرک مثلا اظهار کردید آقا من صد تخت فرش دستباف کاشان دارم ارسال میکنم بابت این یک پرونده تو گمرک تشکیل میشه بهش میگن پرونده صادراتی که شماره این اظهارنامه شما یه شماره اختصاصی داره به اسم کوتاژ 607 تو چه سالی این صادرات همه به هم وصلن یعنی اطلاعاتشون با هم در ارتباطه وقتی فقط کافی شما کوتاهشو بزنید شمارش رو میاره میگه آقا شما سال 96 گمرو که فریدون کنار یه در واقع محموله ای صادر کردید که ارزی که اعلام کردید بابتش دریافت میکنید دلار آمریکا بوده چقدر ارز دریافت کردید 23621 بچه ها این همون 95 درصد است کل مبلغ معامله نیست میگه شما 23621 تعهدتونه چقدرش مانده کلش مونده 23621 علاوه بر این شما میتونید در واقع پروانه صادراتی های دیگه ای رو هم اینجا وارد کنید یعنی میتونید مثلا سه تا صادرات داشته باشید همش رو وارد کنید همه مبالغش رو تعهداتتون رو میاره اینجا مثلا ممکنه از این 23 هزار تا 20 هزار تا فروخته باشید اون وقت این تعهدتون کم میشه میشه 3600 تا خب حالا وقتی که این برای این کوتاژ صادراتی شما باید 23621 دلار رفع تعهد کنید توی این تب پایین میتونید بخشی از این تعهدتون یا همه تعهدتون رو توی سامانه به فروش برسونید چجوری نوع ارز رو انتخاب میکنید حتما لازم نیست اگر شما تو پروانه صادراتیتون خورده تعهدتون 23620 دلاره شما حتما لازم نیست دلار بفروشید میتونید یورو بفروشید خود سامانه با نسبت تبدیلی که خود سامانه تعیین میکنه اینا رو به هم تبدیل میکنه مثلا فرض کنیم میگه هر یه یورو یک و دو دهمه ده پس شما اگه هزار یورو بفروشی انگار 1200 دلار فروختی 1200 دلار از تعهدت کم میکنه خب پس نوع ارز رو اینجا انتخاب میکنی مبلغ ارزی که میخوای برای فروش بذاری مثلا فرض کن از این 23000 رو 621 دلار هزار دلارش رو میخوای بفروشی پس اینجا رو میذاری دلار اینجا رو میذاری هزار یا مثلا میخوای یورو بفروشی اینجا رو میذاری یورو مبلغش هم مثلا هر چقدر که میخوای بفروشی میذاری هزار تا نرخ فروش رو ولی باید از سامانه چک کنی از نرخ حواله ای که وجود داره بعد استفاده کنی که تو سنا ریت در واقع تو اون سایت مشخص نرخ فروش حواله یا نرخ نیما مشخصه که تا از طریق بازار تعیین میشه بعد همون نرخ رو بذاری کشور یعنی کشوری که ارز اونجا هست یعنی پولت تو کدوم کشوره بانک یعنی بانکی که الان این حساب حساب داری توش و این ارز صادراتی که میخوای بفروشی تو اون حساب شرایط انجام معامله چیه بچه ها؟ ببینید معمولا شما به عنوان یک صادر کننده وقتی میخوای تعهد ارزی تو انجام بدی از صرافی تو سامانه نیما یه شماره حساب مقصد میگیری میگه بزن به حساب آقای استیو که امروز صد بار گفتیم تو کجا ترکیه خب و دیگه به شما ربطی نداره که اگر پول رفت تو حساب آقای استیو بعدا حالا یه دفعه خدای نکرده بیان شناسایی کنن بگن آقا این منشأش برای ایران بوده تحریم پول است ربطی به شما نداره شما شرط انجام معامله رو معمولا صادر کننده اینطوری می نویسه که به من هیچ ربطی نداره اگر پول بلوکه شد من فقط پول رو واریز می میکنم به حساب آقای استیو تو ترکیه مثلا یا هر کسی دیگه نحوه دریافت وجه ریال شما معمولا وقتی که با یک نفر میخوای معامله کنی بهش میگی فرض کن اصلا میخوای ماشین بفروشی میگی آقا شما اگه تا فردا صبح پول و پولو زدی من ماشین برا شماست اگر نه من به مشتری دیگه میدم این هم همینطوره میگه آقا شما اگر ما به توافق رسیدیم 24 ساعت بعد فرصت داری تا 24 ساعت وجه ریال منو بزنی اگر نه من دیگه معامله رو از نظر من ملغاه و لقوش میکنن ببینید اینجا دو تا انتخاب داری همون دو تا حالتی که گفتم معامله میکنن میگی حواله رو بعد از این میزنم که ریالم رو بگیرم چون شما صادر کننده ای تو باید تعیین کنی یا حواله رو میزنم بعد ریالم رو میگیرم مرسومش اینه که حتما اول ریال رو بگیری از صرافی تو حساب ایرانت ریال رو بگیری بعد از حساب خارج از کشورت ارز خارجی رو منتقل کنی یه ذره سریع تا بریم پروانه صادراتی رو که توضیح دادم که مربوط به چیه بچا شامل چه چیزایی هست صاحب کالا که خود شمایی گمرک مبدأ، کد کشور صادر کننده که مثلا ایران کد کشور مقصد اونجایی که میفرستی هویت و ملیت وسیله حمل در خروج و عبور نرخ ارز چقدر ارز مثلا بابت این دریافت میکنی تو چه حسابی با دریافت میکنی شرح کالا... کالایی که داری در واقع صادر میکنی چیه اطلاعات مربوط به گواهی مثلا بعضی چیزها گواهی بهداشت به میخواد مثلا حتما بعد سازمان بهداشت به گواهی داشته باشی یا مثلا مجوز بعد داشته باشی اطلاعات مربوط به باربری بیمه انبارداری و اینها خب این تو پروانه صادراتی که تو اسلاید بعدی یه نمونه ازش رو براتون گذاشتن مرحله بعدی همون کوتاژ رو دارم توضیح میدم که توضیح دادم وقتی شما صادرات و وارداتت رو تو گمرک اظهار میکنی میگی من این رو دارم وارد میکنم یا این رو دارم صادر میکنم این چیه مثلا شرحش رو میدی مثلا صد تخت فرش دستباف کاشان رو دارم از این بندر یا این گمرک ارسال میکنم این اظهار شما در واقع شماره منحصر به فرد داره که بهش میگن کوتاژ شما هر دفعه با این شماره میتونی در واقع در سامانه گمرک در سامانه جامعه تجارت و سامانه های مربوط به تجارت اطلاعات این صادراتی که انجام دادی رو ببینی اگر کوتاژ مربوط به فرایند صادرات باشه بهش میگن کوتاژ صادراتی بچه ها این شکل که حالا شاید خوب ببینید شاید بد ببینید نمیدونم این در واقع همون پروانه صادراتیه صاحب کالا مثلا بالاش خورده گمرک مبدع این بالا سمت چپ خورده بعد شماره کوتاژ این پایین تاریخ داره و هزار تا چیز دیگه ای که الان روش متمرکز نیستیم خب من پروانه صادراتی موارد کردم کوتاژ صادراتی موارد کردم استلام گرفتم فهمیدم 23600 و و مثلا 2679 چقدره 23621 دلار تعهد ارزی دارم خب ارزی که الان میخوام بفر... میخوام این تعهدم رو مثلا کم کنم یا کاملا ادا کنم میام میگم آقا من یورو میخوام بفروشم چقدر 15 هزار تا مبلغ یورو رو بهش دقت نکنید برای سال 97 یورو بوده 5 هزار تومن الان بالای 30 هزار تومنه کشوری که پول پول من اونجا هست آلمانه اسم بانک مثلا یه اسم علکی تست بانک ولی حالا شما بعد اسم بانک واقعی که حسابتون اونجا هست بنویسید بعد ببینید شرایط رو نگاه کنید همون چیزی که گفتم میگه وقتی که پول به حساب زینف صرافی زینف صرافی یعنی حسابی که صرافی معرفی کرد واریز شد هیچ گونه مسئولیت متوجه صادر کننده نخواهد بود که چی این بالاش نیفتاده که پول بلوکه بشه یا نه نحوه دریافت وجه ریال چجوریه پرداخت ریال از طریق سیستم ساتنا و یا اون بانکی صورت پذیرد یعنی من فقط در این دو حالت قبول میکنم این نحوه در... در, واقع دریافت وچه ریال که این ساده کننده معرفی کرد اینجا نوع درخواسته شما میتونید دو تا گزینه داری یا بزنید کل سرافی ها یا بزنید سرافی های منتخب بعد سرافی های منتخب که اومد میتونید یه لیستی داره میتونید از بینشون مثلا بگید آقا این پیشنهاد فروش منو به این چهار تا سرافی فقط نشون بده حالا این مثلا صرافی تستی فلانی و شرکا رو انتخاب کرده. خب مهلت ارسال تقاضا شما به عنوان صادر کننده میگه هر کی میخواد ارز رو بخره تا ساعت 16 امروز وقت داره تقاضاشو بفرسته و از طرفی هم مهلت بررسی تقاضا میگه آقا من تا ساعت 18 جواب همه رو میدم یعنی هر کی تا ساعت 16 تقاضا بفرسته برای ارز من من بهش میگم بهش میفروشم یا نه. اینجا نام, نام نام, و نام خانوادگی و شماره تماس رو هم میذارید برای اینکه صرافی اگه بخواد با شما هماهنگ کنه خب وقتی که شما این رو اعلام میکنی و ثبتش میکنی یادتون نره ثبت و تمام که انجام میدی میره تو صفحه ارزه ها کنید ارز شما 15 هزار یورو نرخ فروش این سطر یک و نها کنید ردیف یک یه کد ارزه داره یه تاریخ ثبت داره کوتاژ صادراتی تو زده مبلغ 15 هزار یورو نرخ فروش مهلت دریافت تقاضا مهلت زمان پایان ارزه و وضعیت وضعیت باز یعنی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده خب یعنی هنوز صرافی باهاش به توافق نرسید وقتی که میزنیم روی همین سطر یک جزئیات رو که بزنیم سر، پیشنهادهای صرافی ها اگه پیشنهادی اومده باشه به ما نشون میده الان نگاه کنین مثلا یه پیشنهاد برای ما اومده یه صرافی به اسم صرافی تستی گفته من پونزه هزار تاشو میخوام ولی اگه پونزه هزار تاشو به من نمیدی حداقل هزار تاشو میخوام خب یعنی من بین هزار تا پونزه هزار یورو از تو میخرم هر چقدر تو بخوای به ب... در واقع بفروشی اطلاعات حساب مقصدش هم میذاره کشور حساب مقصدش اتریشه بانکی هم که میخواد اس جی بی بانکه خب وضعیتش انتخاب نشده است یعنی شما هنوز اینو انتخاب نکردی به عنوان صرافی که میخوای بهش بفروشی حالا شما میتونی بری این اطلاعات صرافی رو باز کنی نه کنی اینجا بغل این ردیف یک انتهاش یه جزئیات داره جزئیاتو که بزنی مشخصات صرافی رو میاره اینکه این صرافی این کجاست بچه صدای من رو قطع و وصل دارید آقای ایرانی میگن که صدا قطع و وصله بچه ها این مشکل رو ندارن بقیه دارن خوب میشنن مشکل از نتتونه آقای ایرانی خب نام صرافی توی این مشخصات صرافی هست کد صرافی شهرش تلفنش آدرسش و مقررات و اطلاعات صرافی چیز مهمی نیست اینجا خب حالا شما این پیشنهاد این آقای صرافی تستی رو باز میکنی بهت گفته بود من بین هزار یورو تا پونزه هزار یورو حداقل مبلغ یعنی حداقل مقداریه که میخوام ازت بخرم حد اکثرم تو این مبلغ نوشه یعنی از هزار تا پونزه هزار یورو میخواد من میگم خب من پونزه هزار تاشو نمیخوام همشو به این بدم چند تاشو میخوام بهش بدم وقتی که انتخابش کردم به عنوان یه کننده میگم من به این صرافی دوازده هزار یورو بیشتر نمیتونم بدم خب بعد حالا بعد اطلاعات بانک ایرانمو رو بدم که اون صرافی ریال رو به حساب من بزنه بانک شهر مثلا حسابم شماره حسابم اینه شماره شبام آی آر نمیدونم فلان نام صاحب حسابم می نویسم. حالا که این رو زدم انتخاب رو که میزنم این اطلاعات برای صرافی تستی تو سامانه نیما ارسال میشه من کجام من تو سامانه جامعه تجارتم صادر کننده وارد کننده حتما در سامانه جامعه تجارت یا NTSW صرافیه که تو سامانه نیما هست خب این اطلاعات ارسال میشه برای طرف و وضعیت این ردیف ارزه یا این ارزی که من برای فروش گذاشتم به آماده انجام معامله تغییر میکنه ردیف یک نگاه کنید وضعیت آماده انجام معامله یعنی من مبلغ رو تعیین کردم ببینید گفتم مبلغ دوازده هزار یورو نام ارز یورو نرخ فروش انقدر یعنی من صرافی رو انتخاب کردم میخوام به این دوازده هزار یورو بفروشم حالا منتظر چی هستم منتظرم که ریال رو دریافت کنم تو حساب بانک شهرم یعنی اول چون شرایط معاملمون چجوری بود زده بودیم حواله بعد از دریافت ریال یعنی من اول ریالمو میگیرم به عنوان صادر کننده بعد پول رو به حسابی که به هم معرفی شده واریز میکنم خب دوباره میرم داخل سامانه وقتی که میرم داخل سامانه یعنی میرم کجا میرم تو این ردیف یک میبینی انتهاش یه دونه جزئیات داره اینجا رو هی باید چک کنم هی برم تو جزئیات ببینم که آیا پول منو زد یا نه پول منو زده چجوری فهمیدم این رو نگاه کنید دریافت ریال اینجا یه چیزی فعال شده زده بانک شهر فلان بهمان و نام صاحب حساب حالا دقت نکنید جک نرفیکا نوشته اشتباه نوشته یه نام ایرانی مثلا من تاها شیشگری هم. بانک شهر حساب دارم شماره حسابم اینه شبا من من تو شرایط دریافت ریالم چی نوشته بودم نوشته بودم فقط ساتنا و انتقال در اون بانکی قبول میکنم این اومده پول کل معامله ای که با من انجام داده رو تو دو تا پارت زده یه دونه 5 میلیون از بانک تجارت ساتنا کرده شناس پرداخت و تاریخش مشخصه و اینجا نها کنید زده عدم تایید من به عنوان کسی که صاحب این حسابم باید برم چک کنم ببینم آیا واقعا ایشون پولی برای من زده یا نه اگر تایید کنم اینجا تبدیل میشه به تایید شده و یه تیکش هم از بانک دی زده 106 میلیون ریالش رو از بانک دی زده به صورت درون بانکی شناس پرداختش هم اینجا نوشته این دوتا مجموعش میشه 606 میلیون ریال 606 میلیون ریال از کجا اومد؟ من 12 هزار یورو به این آقا فروختم به صرافی تستی مبلغ 5500 تومن 12 هزار یورو ضرب در 5500 تومن جمعش میشه همون 606 میلیون ریال پس این پول منو زده اگر مطمئنم که زده تایید رو میزنم خب وقتی که در واقع این آقا پول رو برای من زده چند تا چیز دیگه هم پر میکنه صرافیه صرافی این پول رو که میزنه باید به بانک مرکزی گزارش کنه که آقا من این پول رو برای خرید دوازده هزار یورو از آقای تاها شیشگری به عنوان صادر کننده در سامانه نیما دارم خرج میکنم اون بهش یه کد میده سامانه کد سنا میبینید مربوط به صرافی تستیه میگه این یورو خریده به مبلغ چقدر دوازده هزار یورو این قسمت وسط رو دارم توضیح میدم رسیده سنا در واقع دوازده هزار یورو نوع پرداخت حواله است نوع معامله خرید صرافی از من خریده مبلغ 606 میلیون ریاله مشتری منم شناسه مشتری هم که مشخصه حالا یه تیکم هست اطلاعات حواله اطلاعات حواله که همون موقعی که به من پیشنهاد داده بود صرافی زده بود گفته بود من میخوام به اتریش برام بزنی بانک اس جی بی به حساب آقای جک نرفیکا مثلا کد سویفتم که گفتم قبلا سویفت چیه ولی به طور مفصل یه جلسه راجع به صحبت میکنیم یه کد بین برای در واقع پرداخت بانکی بین المللی شماره حساب طرف از داده و آیبن آی بند چیه بچه شماره حساب معمولاً بانک های اروپایی که مثلا مثل همین شماره شبایی که ما داریم اونا هم با هم یه شماره آی دارن البته چند تا کشور دیگه هم عضو این آی هستن بانک هاشون که حالا مثل همون شبای ما شماره اینا مشخصات حسابیه که میخواد پول بهش واریز شه حالا که من ریال رو دریافت کردم و تاییدش کردم که دریافت کردم خب باید حواله رو واریز کنم ببینید من هنوز تاریخ صدور حواله خالیه چون من هنوز حواله نکردم حالا که ریال اومد دستم من صادر کننده موظفم دوازده هزار یورو به حساب آقای جک نرفیکا در بانک SGB آلمان واریز کنم SGB اتریش ببخشید واریز کنم وقتی که واریز کردم تاریخ صدور حواله رو تو این تب پایین انتهای صفحه وارد میکنم حالا که این وارد کردم و ثبت زدم دوباره تو تب معاملات من این ردیف یک نها کنید وضعیتش میشه منتظر ختم معامله چون من حواله رو زدم و تاریخ اعلام کردم گفتم آقا من مثلا امروز 21 آبان حواله رو زدم به حساب آقای جک نرفیکا تو اتریش بانک اس جی بی. پولم هم که قبلا دریافت کرده بودم که حواله رو زدم حالا صرافی باید بره چک کنه از آقای جک نرفیکا بپرس آقا دوازده هزار یورو به حساب شما نشست تو اس جی بی بانک اگر اون گفت بله نشست اون وقت میاد تو سامانه نیما میگه بله آقا این صادر کننده دوازده هزار یورو به من فروخت این تعییدو که زد از منتظر ختم معامله تبدیل میشه به چی مختومه حالا که مختومه شد یعنی من دوازده هزار یورو از دینی که به دوشم بوده کم میشه چرا؟ چون فروختم تو سامانه نیما به کی؟ به صرافی صرافی چی؟ صرافی تستی به کدوم حساب واریز کردم؟ حساب آقای جک نرفیکا توی اتریش اس جی بی بانک این حساب و کی تعییدشو داده؟ وارد کننده به سر رافی داده گفته آقا من دوازده هزار یورو برای من بزن به حساب جک نرفیکا تو اتریش اس جی بی بانک کدوم وارد کننده تونسته بیاد به سر رافی بگه که از سامانه نیما برو از صادر کننده خرید کن و بفرست به حساب آقای جک نرفیکا اونی که مدارکش کامل بوده وارداتش ضروری بوده بانک عامل و بانک مرکزی تاییدش کرده بچه سوالا رو جواب میدم ولی آقای عبدالوند گفتم مگر سویفت تحریم نیست اولا هنوز هم بانک های ایرانی سویفت بعضی میتونن بزنن ولی در واقع این سویفتی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم طرف حسابش تو بانک خارجیه صادر کننده دلارش تو مثلا اسپانیاس توی بانک خارجی اونا که تحریم نیستن اون مشتری بانک اسپانیایی صادر کننده تو حسابشم 90,000 هزار دلار پول داره میگه آقا 20,000 هزار یورو از این حساب من بزن از طریق سویفت به حساب آقای جک نرفیکا توضیح میدم کامل خب پس مختومه که شد یعنی از دوش من 12,000 هزار یورو برداشته شد از تعهد ارزی من کاسته شد من تعهد ارزی بچه بچا چقدر بود 23000 خورده دلار هزار یورو پرداخت کردم یورو رو به دلار تبدیل میکنم با نرخ تبدیلش از حساب تعهد من کم میشه من آخر هر جلسه سعی کردم یه نکته‌ای بذارم که خیلی شما سوال مثلا میکنه کارت بازرگانی خیلی سوال کردن چه جوری بعد بگیریم یعنی اتاق بازرگانی این رو میده مجوزیه که به یه شخص حقیقی یا حقوقی به موجب قانون ماده دو قانون صادرات و واردات اجازه میده که تجارت کنه با خارج از کشور اعتبار کارت بازرگانی یه ساله است و یه سری مدارک میخواد مدارکش هم اینجا هست یه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی شما به با عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی باید برید تو دفاتر ثبت نام کنید یعنی بگید من از این به بعد معاملاتم رو گزارش میکنم به کجا به در واقع ثبت و مالیات که بشه در واقع معاملات و تراکنش های شما رصد بشه دو اصل عدم اصل گواهی عدم سوء پیشینه که بیشتر از 6 ماه ازش نگذشته باشه پلیس به علاوه ده میده که شما تخلف و سوء پیشینه ندارید مفاسا حساب یعنی چی یعنی مالیات ها ما مثلا تا فلان تاریخ تایید کردم بله خانم هانیه باید اول پلمپ بگیرن دیگه پلم دفاتر همون اظهارنامه ثبت ثبت نام در دفاتر بازرگانیه وقتی شما در دفاتر ثبت نام میکنید دفتر پلمپ شدن براتون میاد حالا داشتم مفاسا حسابو میگفتن مفاسا حساب مالیاتی یعنی مالیات ها منو دادیم مشکلی از نظر مالیات نداریم چه به عنوان شخص حقیقی چه به عنوان حقوقی البته این شرایطی که دارم میگم برای حقیقیه اصل کارت ملی و یک سری کپی از پشت و روی اون سه قطع عکس حالا اینا که چیزای ساده ایه مدرک تحصیلی حداقل دیپلم باید داشته باشین پایان خدمت برای پسرا و آقایون داشتن حداقل سن 23 سال زیر 23 سال نمیدن کارت بازرگانی گواهی بانکی که حساب جاری داشته باشید و حساب جاریتون برگشتی ندارید اعتبار دارید و این صحبت ها یه مدرکی از این مدارک زیر هم در واقع باید داشته باشید از این ستایی که میگم یا اصل و کپی سند شیش که به نام خودتون باشه به عنوان دفتر کارتون یا اصل و کپی اجاره نامه معتبر به نام کسی که میخواد بره کارت بازرگانی بگه بگیره بگه آقا این اجاره نامه من منه که البته الان دیگه فقط اجاره نامه هولوگرامی قبول میکنن ملک هم باید حتما اداری باشه اداری یا تجاری ملک مسکونی ببری بگی این خونه منه نمیدونم فلان و سومی هم همونه، امضای دو تا شاهد، الان دیگه فقط اجاره نامه رو هولوگرامی قبول میکنن اگرم میخوایم بگید من یه تولید کنندم که میخوام کارت بازرگانی بگیرم باید مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارت ها ببرید خب اینم از این، کارمندهای تمام وقت دولت نمیتونن کارت بازرگانی بگیرن هر شخص بیشتر از یک کارت بازرگانی نمیتونه بگیره شخص حقیقی حقوقی تفاوتش رو میدونه دیگه حقیقی میشه من تاها شگری حقوقی میشه شرکتی که تاهاشی شگری مدیر عاملشه یا عضو هیئت مدیرشه یا سهامدارشه. هر واحد ملکی یه دونه کارت بازرگانی بیشتر نمیتونه بگیره یعنی شما نمیتونید یه دونه ملک اداری داشته باشی روش 10 تا کارت بازرگانی بگیری بعد آدرس های درد شده در اظهارنامه ثبتی مفاسا حساب و سند ملکیت باید تجاری باشه و با هم مطابقت داشته باشه نمیتونی مثلا به اداره مالیات یه آدرس بدی به فلانج به ثبت یه جا آدرس بدی بعد برای کارت بازرگانی یه جا همش باید با هم مطابقت داشته باشه و اداری تجاری باشه و اینکه متقاضی هم باید در همه مراحل حضور داشته باشه سوال هفتمون چیه کلا راجع به روش در واقع رفع تعهد صادر کننده داشتیم صحبت میکردیم دیگه روش های رفع تعهد ارز صادراتی رو نام ببرید چهار تا روش بود و یک کوچولو راجبش توضیح بدید بفرستید به aradbranding.com slash qa که حتما از جوایز نفیسی که قره کشی میشه و به کسایی که درست جواب دادن داده میشه بهره من بشید من سوالاتون رو سه چهار دقیقه جواب بدم خب اجاره نامه هولوگرامی اجاره نامه ایه که الان همه سامانه ها به هم لینک کنه اجاره نامه رسمی اون بالاش یه هولوگرام داره یعنی دستی نباشه که خودتون بنویسید صراف صادر کننده و وارد کننده اگر هر کدوم کارشکنی کنن نمیتونن کارشکنی کنن بچه ها معامله انجام نمیشه اگه صادر کننده پولو نزنه مثلا شما میگی صرافی ریال رو زده صادر کننده حواله نکنه اگه این کارو نکنه تعهد ارزیش رفت نمیشه بانک مرکزی کارت بازرگانیش رو باطل میکنه و دیگه نمیتونه کار کنه سوال بعدی اجباری داره که به عنوان صادر کننده در این سامانه اظهار کنیم اگه اظهار نکنی از گمرک نمیتونی اصلا جنس ارسال کنی مگر اینکه جنست خیلی کوچیک باشه مثلا به عنوان نمونه ارسال های اینطوری داشته باشی ولی مثلا یه پالت مثلا 10 تن جنس رو شما نمیتونی بدون اینکه کسی بفهمه از کشور صادر کنی حتما باید بری تو گمرک اونجا اعلام کنی خب حتما اظهار میشه ممنونم آقای حسینی نژاد گفته کارت بازرگانی اقتصاد به واردات کالا مرتبط با تولید شما داره نه کارت بازرگانی شما که میگیری باهاش میتونی واردات صادرات انجام بدی میتونی اصلا تولید کننده نباشی تو میتونی یه کسی باشی که بازاریا به میری از یه تولید کننده ایرانی میگیری به یه بازاری داری خارج از کشور به فروشنده در واقع به خریدار خارجی میفروشی نرخ ارزی که بخوایم بفروشیم و از کجا باید بدونیم توی سناریت نرخ ارز حواله یا نیمایی مشخصه باید همون عدد رو بزنید کارت بزرگانی باید, باید بگیریم یا اجاره کنیم کافی اگه اجاره کنیم چیزی تو سامانه به نام ما ثبت نمیشه خیر اگر اجاره کنید مشکلی نداره ولی تمام مسئولیت مالیات و اینا به, نام در واقع اون فردیه که صاحب کارت بازرگانی یعنی شما حتی اگه خدای نکرده نخواین آدم صادق و آدم از نظر کاری متعهدی باشید میتونید اصلا مالیاتش هم به عهده نگیرید ولی اون نفری که اجاره میده همه مالیات به عهده اونه برای همین توصیه اینه که هیچ کارت بازرگانیتون رو اجاره ندید چون مشکلاتی به وجود میاد بدون کارت بازرگانی نمیشه تجارت انجام داد تجارت بزرگ و چه تجارت های کوچیک این که یه نمونه مثلا چه یه دونه فرش بفرستی اسمش تجارت نمیشه مثلا میتونی به عنوان اینکه من دارم برای فامیلم میفرستم اون یه دونه فرش بفرستی ولی اگه داری تجارت میکنی کارت بزرگه ممنون آقای حاجب خانم قربانپور شما خانم قربانپور میتونی به عنوان یک شخص حقیقی بدون شرکت کارت بازرگانی بگیری ولی باید یک ملکی رو حداقل اجاره داشته باشی که بگی من اینجا دفتر کارمه نوسان قیمت چی میشه؟ ها همین کار رو میکنن دیگه معمولا خیلی از این دوستانی که تعهدشون رو تا لحظه آخر نگه میدن چون فکر میکنم اون لحظه آخر قیمت میره بالاتر و اینقدر مهم نیست تو تجارت گفتم نوسان برای تاجر خیلی مهم نیست لطفا طرز ریختن پول به وارد کننده هم در جلسه بعدی بگیم چشم های عباسی همینو داریم میگیم که حالا برای وارد کننده هم جلسه بعدی میگم که چه جوری ارز میخره روش های ارسال پول هم همه رو جلسات آینده میگم مطالب زیاد وقت کم اگر پول صادر کننده بعد از حواله کردن بلوکه شود ضرر آن را چه کسی میده صادر کننده دیگه هیچ تعهدی نداره صادر کننده شما بهش گفتی به حساب آقای جک نرفیکا مثلا تو ترکیه پول بزن میزنه ولی اینکه آقای جک نرفیکا فردا صبحش که پول رفته به حسابش رفته میخواد 12000 یورو رو برداره و بهش میگن متاسفانه پول شما بلوک است چون با ایران در ارتباط بوده و تحریمه دیگه هیچ رفتی به صادر کننده نداره و اون آقای جک نرفیکام اون وقت میاد به کسی که میخواسته بهش جنس بفروشه چون حساب جک نرفیکا رو کی داده بود بچا وارد کننده وارد کننده به صرافی داده بود صرافی به صادر کننده و صادر کننده پول رو زده بود به حسابش اون وقت اون آقای جک نرفیکام میاد میگه من به تو جنس نمیفروشم چون پولی که برای من زدی اصلا پول نیست بلوکه شد کل حساب‌های منم اذیت شد مثلا پیپلم خوبه پیپلم هم توضیح میدم چه جوریه میشه آقای خانم هناره اگه اشتباه نگفته باشم میشه استفاده کرد از کارت با کسی اگر بهتون اجاره بدم حساب, تو بان... حساب بانکی خارج از ایران هم یه صدیهاش رو بهتون میگم چجوری میشه حساب باز کرد چطور وارد کننده قبل از ارسال و تحویل جنس ارز رو به حساب میزنه و اعتماد میکنه معمولا گفتم بعضی از تجارت ها اینطوریه که شما نقدی باید پول بدی معامله انجام بشه ولی بعضی ها دو سه ماه بهت فرصت میدن میگه میگی من مثلا اعتماد ندارم بذار جنس بیاد تو گمرک گمرک من جنس رو تایید کنه که وارد شده من پولتو میدم ولی بعضی ها هم هستن که نقدی میگیرن و دیگه اساس تجارت هم بر اعتماده باید بشناسید نفرات رو مدت اعتبار کارت بازرگانی های حاجب یک ساله بعد از یک سال باطل میشه دوباره بعد برای تمدیدش اقدام کنید و همه مدارک رو ببرید برای دفاتر حسابداری خیر حسابدار نیاز نیست اگر حجم معاملاتتون کمه در حال حاضر میتونید اصلا اعلام عدم فعالیت کنید میتونید فعالیتی نداشته باشید و دفاتر داشته باشید ولی تعهد دادید که اگر فعالیتی دارید تو این دفاتر گزارش میکنید بچا خیلی سوالا زیاده میار کارمند بودن برای کارت بازرگانی چیست میگه کارمند خب استعلام میکنن دیگه استعلام میکنن شما حکم کارگزینی داری اگه کارمند دولت بشه استعلام میکنن فلان سازمان مثلا شهرداری اعلام میکنه ایشون کارمند منه استلامش میگیرن بعد رد میشه یکی پرسیده بود اگر فعالیتی نداشته باشیم من باید مالیات بدیم خب وقتی فعالیت ندارید هیچ فعالیتی گزارش نشده مالیاتتون هم صفره ولی شما یه پرونده مالیاتی بعد داشته باشید که یعنی اعلام کنید من از این به بعد هر معامله ای داشته باشم توی این سامانه گزارش میکنم و مالیاتشو میدم ولی حالا الان هیچ کاری نکردم هیچ فعالیتی نکردم تازه اول کارمه هیچ معامله ای انجام نشده بعد معاف از مالیات میشید کارت <coughs> بازرگانی تولید همه کارت بازرگانی ها یک سال است فرقی نداره که حقیقی بهتری یا حقوقی بر بستگی به این داره که مثلا ملکتون اگه به نام مثلا مدیرعامل حقیقی به نام مدیر عامل بگیرید بهتره قربون شما شما هم خسته نباشید ما فاکتور و مدارک مشتری رو به نام شرکت میده ولی کارت بازرگانی و شرکت نداریم مشکلی پیش بیشن... اه... خیر ولی بهتره اگر دارید این کار رو انجام میدید چون ممکنه از این به بعد رسد کنن و بیشتر به این سمت برن که تطابق داشته باشه بهتره که حقوقی بگیرید سری بعد کارت بازرگانی رو ولی مدیر عامل اگه کارت بازرگانی به نام مدیر عامل باشه میتونید ربط بدید بعدا بگید به نام مدیر عامل گرفته شد اینترنتی دوستان بچه ها سوال زیاده من شرمنده شما شدم امیدوارم که جلسه بعدی بتونم بیشتر سوالاتتون رو جواب بدم امیدوارم جلسه مفیدی بوده باشه چیزهایی یاد گرفته باشید و بتونید استفاده بکنید و از جلسات بعدی هم روندمون بر همین مبنای که بتونیم در واقع مطالب کاربردی رو خدمتتون ارائه کنیم ممنون از اینکه توجه کردید و اینکه مطابق هر هفته بعد از کلاسی که من در خدمتتون هستم ساعت 6 تا هفت نیم بعد از ظهر جناب آقای دکتر اسقری مبحث مذاکرات تجاری رو خدمتتون ارائه میکنن که اگر فرصت دارید قطعا مطالب مفیدی تو این جلسه هم مطرح میشه و حتما شرکت بفرمایید ممنون از توجهتون تا جلسه آینده هفته دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم